رهبر کاتولیک های جهان در جریان سفرش به آمریکا در اجلاس مشترک کنگره ایالات متحده سخنرانی می کند. این سخنرانی که برای روز پنجشنبه برنامه ریزی شده، قانونگذاران آمریکا از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات را به جنب و جوش انداخته. در آستانه این سفر تاریخی، تدابیر شدید امنیتی در شهر واشنگتن برقرار شده. همکارم شهلا آراسته از مقابل کنگره با ماست. خانم آراسته، این اولین باریه که پاپ فرانسیس وارد خاک آمریکا میشه، از این سفر تاریخی بگین. بله، سخنرانی پاپ فرانسیس در کنگره آمریکا رهبر کاتولیکای جهان یک رویداد بسیار کمیابی هستش. بر طبق گفته تاریخداران کنگره، نخستین بار ملکه الیزابت دوم به عنوان رئیس کلیسای انگلیک در 1991 در کنگره آمریکا سخنرانی کرد و اکنون سخنرانی پاپ فرانسیس که شاید بتونیم این سخنرانی رو با سخنرانی و گزارش وضعیت کشور و همینطور تحلیف مراسم تحلیف رئیس جمهوری آمریکا یک ترکیبی از این دو تشبیه بکنیم. پاپ فرانسیس پنجشنبه حدود ساعت 9 به کنگره آمریکا، ساعت 9 بامداد به کنگره آمریکا میاد و پس از ملاقات با جان بینر که دعوت از سوی ایشون از پاپ انجام شده میزبان اوست، ساعت 10 صبح در کنگره در اجلاس مشترک کنگره سخنرانی خواهد کرد. پاپ فرانسیس پیش از ترک کنگره در بالکن یکی از بالکن‌های کنگره مشرف به ضلع غربی زمین چمن اونجا حاضر میشه و هزاران نفر برای دیدن پاپ در این محل از پیش ثبت نام کردن. سخنرانی پاپ در کنگره در جمع قانونگذارانی هست که 32.3%، یعنی یک سوم کنگره رو کاتولیکا تشکیل میدن. در مقایسه با جمعیت آمریکا، میزان کاتولیکای آمریکا 22 حدود 22% هستش. و یک نکته دیگه این که همزمان با ورود پاپ فرانسیس به شهر واشنگتن میبینیم که خیلی از خیابون‌ها قرار بسته بشه، برخی از ایستگاه‌های مترو قرار بسته شه. جدای از اون، چه تدارکات دیده شده؟ تدارکات امنیتی بسیار زیادی تدارک دیده شده، به خصوص که سفر پاپ به آمریکا مصادف هست با دیدار رئیس جمهوری چین از آمریکا و دیدارشون با آقای اوباما روز جمعه در آمریکا هستش. ولی در خود کنگره مراسمی که هنگام مراسم سخنرانی جان بینر رئیس مجلس نمایندگان و جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا که هنوز به عنوان یک رای در سنا ایشون رأیشون محفوظ هست، پشت سر پاپ قرار میگیرند. از پیش هم در یک نامه‌هایی به قانونگذاران در مورد آداب و رسوم این مراسم یک مواردی تاکید شده. به عنوان مثال از اونها خواسته شده که موقع ورود پاپ به داخل تالار اجلاس مشترک، از نزدیک شدن به پاپ یا اینکه بخوان که باش دست بدن خودداری بکنن، و موقع سخنرانی هم از اونها خواسته شده که از ابراز احساسات حزبی خودداری بکنن. با این حال اعضای کنگره آمریکا خودشون آماده میکنن که پاپ فرانسیس موقع سخنرانیش مطالبی رو مواردی رو ذکر بکنه و درباره اونا صحبت بکنه که برای بعضی از قانونگذاران چالش آمیز و ناراحت کننده هست. به عنوان مثال دموکرات ها میل دارن و دلشون میخواد که پاپ درباره موارد مسائلی مانند نابرابری درآمد یا اصلاح قانون مهاجرت و یا تغییر آب و هوا صحبت بکنه. از سوی دیگه جمهوری خواهان میل دارن که امیدوارن که پاپ فرانسیس درباره سقط جنین، تقبیح سقط جنین صحبت بکنه که هر یک میخوان مواضعشون در کنگره با تایید پاپ تقویت بشه.